خیلی خوش اومد، یه لحظه من مطمئنشم ببینم که لایف شده یا نه. اینا نمیتونم خودم ببینم. اوکی، اگه میتونید ببینید لطفا تو چت من بگید ببینم که درست شده. اوکی، مالی من. اوکی، خب سلام، خیلی خوش اومدید. من سجاد حیدری هستم. توی این اپیزود میخوایم اپیزود کنیم، توی این برنامه لایو میخوایم بیایم و روی کامپایلرمون کار کنیم یکم. از کجا شروع کنیم؟ من چند وقت شروع کردم توی همین برنامه های لایو مثل این یه کامپایلر درست کردیم ما هم دیگه به اسم رومی، که یه سری ویژگی خاصی داشت. مثلا زبان متاپروگرامینگش خودش، یعنی شما با خود زبان میتونستید بیاید و ماکرو تعریف بکنید داخل زبان، میتونستید کاری از این قبیل انجام بدید، میتونید استراکتور رو تغییر بدید، میتونید به کامپایلر پیام بدید، فلگای کامپایلر رو داخل برنامه تغییر بدید، یا مثلا بگید که این آرایه‌ای که میخوام درست بکنم array of struct باشه یا struct of array باشه، یا چه میدونم با چه روشی املاک بشه، با چه روشی فیلی بشه. تمام اینا رو میتونید ببینید براش تعریف بکنید، یا حداقل هدفمون که به اونجا برسه. با تا حد خیلی خوبی هم پیش رفتیم و کامپایلری که الان داریم خیلی کارا رو میتونه انجام بده. بذارید یکم چند تا نمونه کد نشونتون بدم. اوکی، خب این نمونه کدی هست که برای تست نوشتم و استفاده میکنم و داشت معمولا. حالا اینجا سینتکس هایلایتینگ نداریم، باید میشه کاری کرد. حالا ما هم نوستونم. خب بدیعتا زبان کامنت داره، مولتی لاین کامنت داره و نستد کامنت هم داریم، چیزی که خیلی از زبان های دیگه ندارن. یعنی شما اگه دوتا باز بکنید و دوتا ببندید خیلی کمک میکنه، مخصوصا وقتی دارید دیباگ میکنید. دستور ایمپورت داشتیم که حالا هم میتونید آدرس فایل بهش بدید، هم میتونید یه اسم پکیج بهش بدید، بگر اسم پکیج رو خودش پیدا بکنه. تابه میتونید تعریف بکنید، تعریف کردن تابه این شکلیه که اسم تابه، آرگومان ها، خروجیش و بدنه تابه و چیزهای مختلف. شما میتونید داخل تابه یه تابه دیگه تعریف بکنید، خیلی جاها این کمک میکنه. نمونه کاربرد تاش رو پایین میتونیم ببینیم. تابع وردیاک میتونیم تعریف بکنید، تابعی که تعداد آرگومنتاش داینامیک باشه، مثلا اینجا با 0 تا آرگومنت فراخوانی شده، اینجا با 3 تا آرگومنت فراخوانی شده. ایف و else و اینها داریم. بدیعتا ایف خالی میتونه باشه، عملگر مساوی داریم داخلش دیگه. else داریم، nested هست، میتونید بذاریدشون. else به نزدیکترین ایفش برمیگره نگاه میکنه. وایل داریم دیگه، خیلی چیزهای مختلف اینطوری داریم که کمک میکنه ما یه زبان برنامه‌نویسی کامل داشته باشیم. ولی چیزی که من خیلی دوست دارم نسبت توی این زبان این دایرکتیو هستن، دستوره ادسان کامپایل. اتفاقی که اینجا میفته اینه که این دستور موقع کامپایل کردن میاد و این تابه رو اجرا میکنه، نه بعد از اینکه کامپایل شده باشه، نه بعد از اینکه فایل خروجی داده باشه، فقط موقع کامپایل شدن میاد این تابه رو اجرا میکنه. مثلا اینجا کاری که کردم، اومدم گفتم که میخوام بیام تستای این تابه بالایی رو بیام اجرا بکنم. اومدم گفتم که اگر با عمله 8 بر 4 0 نشود بیا خطا بده، و اگه این کد من یه طوری تغییر بدم که با عمله 8 بر 4 0 نشه، کامپایلر خطا میده به من و پیش نمیره.
ایده کلی اینه که یه سری ابزارهای اینطوری داریم کنار هم دیگه، با هم دیگه ازشون استفاده میتونیم بکنیم، و اون برنامه‌ای که می‌نویسیم میتونه به شدت خیلی زیاد از کد جنریشن استفاده بکنه. این کامپایلری که تا اینجا نوشته بودیم از یه تعداد زیادی ابزار استفاده میکنه، مثلا از لکس، از افلکس برای لکس کردن استفاده میکنه، یعنی سیمبول ها رو میاد، و یه اسکریپت داریم ما خیلی سطح بالا نوشتیم که من اگه دو نقطه مساوی ببینم یه همچین سیمبولی انتظار دارم دیده باشم. خیلی سطح بالا میایم و کیورد هامون رو، سیمبول هامون رو اینا رو اینجا تعریف میکنیم و همین کد برامون جنریت میشه. و این کد جنریت کردن خیلی خوبه ها، یعنی خب با سرعت خیلی بالایی تونستیم کامپایلر رو بنویسیم تا اینجا، منتها یه ایرادی که پیش آورده برامون الان که من میخوام بیام یه سری دستوره، یه سری ماکروهای سطح بالاتر بنویسم، این لکسر ها و اون پارسل دیگه ای که داریم ایشون دارن برامون مشکل ایجاد میکنن، به من اون آزادی عمل رو نمیدن که بخوام هر کاری که دوست دارم انجام بدم. بعد پارسر و لکسر نوشتن هم توی سی پلاس پلاس خیلی کار طاقت فرساییه، اصلا واسه همین از همچین ابزارهای شروع کردیم استفاده کردن. بذارید پارسر هم نشونتون بدم چطوری کار میکنه. توی پارسرمون اینطوری میایم میگیم که من برنامه‌ام یه تعدادی تاپ لوله که اینطوری تعریف میشه، هر کدوم تاپ لول هم مثلا ممکنه یه فانکشن دیفاین باشه یا استرکت استیتمنت باشه. بعد مثلا میریم نگاه میکنیم ببینیم فانکشن دیفاین چیه. نه یه فانکشن دیفاین یه امضا داره یه بدنه داره، که حالا یه امضا چیه، یه آیدی داره، دو نقطه مساوی داره، دیفاین اصلا رو دو نقطه مساوی تعریف شده، یه سری آرگومان داره، یه فلش داره، چیزهای اینطوری. و این خب سرعت توسعه رو خیلی بالا برده برامون، منتها یه سری ضعفای دیگه ایجاد کرده دیگه. الان آزادی عمل به همون نمیده، کاری که دوست داریم انجام بدیم و نمیذاره انجام بدیم، مجبورمون میکنه از همین سیستم استفاده بکنیم. بعد حالا این لکسر و این پارسر، بعد برای هر کدوم از این چیزهایی که این بار تعریف میشه، مثلا ممبر استیتمنت، برای هر کدوم از اونها یه سری کلاس داریم. بعد برم تو پوشه نود، بعد استیتمنت و بعد ممبر استیتمنت. این هدر فایلش هست که یه سری کلاس داریم، اسم داره، فانکشن دیفاین داره، اینطوری تعریف میشه، یه سری تابع پیاده‌سازی میکنه کد جان و کامپایل. و این تابع اینطوری هست که تابع کامپایل موقعی اجرا میشه که ما میخوایم در واقع مطمئن بشیم که از سیمبولی استفاده نمی کنیم که توی حافظه وجود نداره، مطمئن بشیم که هر تابعی که صدا می زنیم درست استفادهش در... هر تابعی که فراخوانی می کنیم تعریف شده برامون، کاری از این قبیل. و کدجن وقتیه که میاییم و بایت کد LLVM تولید می کنیم، LLVM IR تولید می کنیم در واقع. و دوباره یه مشکل دیگه که این روش کد زدن برای ما به وجود آورد اینه که این دوتا تابع الان ساختار اینطوریه که ما تمام کامپایل ها رو فراخوانی میکنیم، بعد شروع میکنیم تمام کدجن ها رو فراخوانی میکنیم، یعنی برای هر تک تک این کلاس هامون همه کامپایل ها که تموم شدن شروع میکنیم همه کدجن ها رو فراخوانی کردن. و این یه ایراد دیگه که برام پیش آورد این بود که خب ما خیلی جاها کدجن یه تابع قبل از کامپایل یکی دیگه بعد اجرا بشه برام، مثلا کجا، مثلا توی این مثال چهار، من اینجا یه تابع مین دارم، یه استراک دارم و یه دونه دیفاین. اصلا دیفاین هم یه دایرکتیو دیگه است که یه دونه دایرکتیو تعریف میکنه در واقع برام. داریم میگیم من یه تابع اد آی دی تعریف میکنم که یه دونه استیتمنت به عنوان ورودی میگیره، میاد به اون استیتمنت یه دونه متغیر آی دی اضافه میکنه از نوع اینت، اینطوری. بعد چیزی که هست اینه که این کار میکنه، یعنی این مستقلا کار میکنه، منتها این که اجرا میشه موقع کدجنش میاد اجرا میشه، در صورتی که وقتی میخواد کدجن بشه برای مین ما اومدیم کامپایل رو فراخوانی کردیم
و اون موقع کامپایل مین میاد به این خط ایراد میگیره، میگه که استراک آیدی نداره. حالا میشه اینو یه حکی کرد که مثلا گفت اگه یه چیزی نداشت صبر بکن بعدا چکش بکنه، اینها میشه این کارا رو کرد، نمیگم نمیشه، منتها این یکی از مشکلایی که برام پیش اومده. یه روکر دیگه میخوایم پیاده سازی بکنیم، اونم اینه که هر بلوک کد، حالا مثلا اینجا میتونه یه تابه باشه، میتونه مثلا یه حلقه ایف باشه، میتونه هر چی، هر بلوک کد، هر بلوک کد میایم براش تعریف میکنیم، میگیم این بلوک کد دیپندنسی داره به کامپایل یه بلوک دیگه یا به کدجن یه بلوک دیگه، و اینطوری وقتی میخوایم بیایم اینو کامپایل بکنیم دیپندنسی هاشو اول چک میکنیم، اول دیپندنسی هاشو مطمئن میشیم اجرا شدن، بعد میایم خودش رو اجرا میکنیم، خودش رو کامپایل میکنیم یا خودش رو کدجنش رو انجام میدیم. این خیلی از مشکلاتمون رو حل میکنه، منتها تعداد زیاد از مشکلاتمون رو حل میکنه، منتها پیاده کردن این روش با ساختار فعلی که داریم عملا غیر ممکنه. یعنی کدی که الان نوشته شده طوریه که به ما این آزادی عمل رو نمیده که این تغییرات رو بیایم اعمال بکنیم. خب همه اینا رو گفتیم که بیایم و اینو نشونتون بدیم. من اومدم منم شروع کردم رومی رو با خود رومی بنویسیم، و منتها با خاطر اینکه این کد قبلیمون خیلی بزرگ شده و واقعا دست و پاگیر شده، به جای اینکه بیایم و کلا همه چیز رو اینو بیام تغییر بدیم روی این بنویسیم، شروع کردم یه نسخه مینیمال رومی رو درست کردم، از همون ابزار رو هم استفاده کردم، منتها خیلی چیزها رو ازش حذف کردیم. کدش نشونتون بدم، لکسرش، این لکسر کد مشابه همونه، دو نقطه مساوی مساوی مساوی، پرانتز باز بسته، اینتجر استرینگ، انی استراکت وید، یو ها اس ها اف ها و بولین. یه چیز خیلی ساده است دیگه، خیلی از چیزهای مختلف حذف شده، مثلا ادساین دیگه نداریم اینجا، الان نداریم. اینو داریم در کنار این، این هم پارسرش که باز این پارسر هم یه نسخه خیلی ساده شده یه پارسر قبلیه، یعنی یه تعداد زیادی المان رو پاک کردم ازش. برای چی؟ برای اینکه صرفا یه نسخه از رومی داشته باشیم که کار بکنه. مثلا الان یکی از چیزایی که اینجا حذف شده دیگه علامت تعجب و اینجا پارسرمون هندل، اینجا لکسرمون هندل نمیکنه، و لکسر که علامت تعجب نتونه هندل بکنه پارسر اصلا نمیتونه باش کار بکنه. برای همین مثلا اگر نات الان نداریم، نات رو بخوایم پیاده سازی بکنیم یه روش دیگه باید پیاده سازی بکنیم. این دوتا رو نوشتیم، بعد در کنار این دوتا یه فایل سی پلاس پلاس هم آماده کردیم. نبندم جامون باز شد. یه فایل سی پلاس پلاس هم آماده کردیم که اونقدر زحمت نمیکشه، مشابه همون فایل قبلی، منتها همش یه جا گذاشتم اونجا، خیلی برامون مهم نبوده، مشابه همون فایل قبلی برای بخش مختلف یه تابه تعریف کردیم، منتها اینجا دیگه کامپایل کدجان جدا تعریف نکردیم، دوتاشو همزمان با هم توی یه تابه نوشتیم. مثلا یعنی تابه کامپایل فانکشن دیفاینمونه میاد یه تابه رو تعریف میکنه برامون که حالا یه سری کار انجام میده، بعد میاد آرگومان رو هندل میکنه، بعد میاد بدنه تاور رو جنریت میکنه. یا مثلا بریم یه جای یه چیز معنادار ببینیم، این تعریف کردن استراکته کدمون، برای اگه الان به کتابش رو نگاه بکنید تعریف کردن استراکتش خیلی طولانی، اگه اشتباه نکنم نزدیک 100 خط کده، به خاطر اینکه اینترفیس رو باید هندل بکنه اون بر، چه میدونم اکستند کردن رو باید هندل بکنه، خیلی چیزهای اینطوری رو باید هندل بکنه و کد خیلی طولانی شده اون بر. اینجا ولی صرفا یه چیزی میخوایم که کار بکنه، خطا هم اگه بده اصلا مهم نیست برامون، یعنی اگه کد من خطا داشته باشه سیستم سک فالت میده، به خاطر اینکه یه نسخه خیلی مینیمال میخوایم، و این نسخه مینیمال توی 720 خط نوشته شده، یه روز وقت گرفت که کلش رو بنویسم. اوکی اینا رو باید نوشتیم و این الان کامل کار میکنه، و چیزی که برامون داره کامپایل میکنه، چیزی که برامون داره کامپایل میکنه پوشه سورس رام دات رام،
این فایل هست و این فایل با رومی مینیمال نوشته شده، خیلی چیزای اضافه داره، مثلا ایمپورت نداره. ایمپورت نداره و چون ایمپورت نداریم مثلا تک تک پرینتف و املاک و اینا سیگنچر تا بر بیم بالا تعریف بکنم براش، چیز خیلی ابتدایی. یا مثلا این کد انقدر پیش پا افتاده است که هنوز نمیدونه که اشارهگر به کاراکتر یو ایت همون کاراکتره، اشارهگر به کاراکتر همون استرینگه. من اگه این یو ایت رو بکنم، اگه این استار یو ایت رو بکنم استرینگ، این کد به من خطا میده چون نمیدونه اینا یکی هن. خیلی پیش پا افتاده نوشتیم دیگه، صرفا برای اینکه کار بکنه نوشتیم. یا حتی مثلا اینا هم نداریم اینجا، اینو نوشتیم. بعد خودش هم خیلی ساده نوشته شده، یک دونه آرگومان میگیره، اگه بیشتر از یه دونه باشه کمتر از یه دونه باشه خطا میده میاد بیرون. بعد فایل رو باز میکنه، فایل رو تو مموری میخونه و شروع میکنه به پارس کردنش، شروع میکنه به لکس کردنش. لکسر براش تعریف شده الان، لکسر این لکسرش هست. دیگه نیومدم از ابزارهای استفاده بکنم که لکسر و پارسر برامون جنریت میکنن، اومدم خودم نوشتم اینجا رو. اونقدر لکسرش سخت نبود، یعنی خیلی راحت لکسرش نوشته شده بود. خودش حال نگاه میکنیم با هم. چرا؟ به صرف این که بعدن که میخوایم اکستنشن هایی بنویسیم برای زبان، ماکروهایی که حرفش زدم میخوام تعریف بکنم، اون لکسر جنریتوره، اون پارسر جنریتوره دستمون رو خیلی میبست و خیلی محدود میکرد. واسه همین اومدم خودم نوشتم همه چیزش رو. و دقت کنید که این، دوباره میگم، یه سابستی از رومیه، کل رومیو شامل نمیشه. مثلا من اینجا بریک ندارم، همین دستور بریک ندارم. میام چیکار میکنم؟ میام یه متغیر تعریف میکنم به اسم while condition، اول یک میذارمش، بعد جایی که میخوام بریک بکنم while condition رو میام صفر میکنم. یعنی تا این حد این زبون سطح پایینه و قرار نیست همیشه اینطوری بمونه. میخوایم شروع بکنیم و یواش یواش المانه مختلف براش تعریف بکنیم، بیاریمش بالاتر و بالاتر و بالاتر. به این تکنیک این بهش میگن کامپایلر بوتستراپینگ. ما نسخه خیلی ابتدایی از کامپایلر درست کردیم و شروع میکنیم باهاش نسخه پیچیده‌تر از این کامپایلر رو مینویسیم تا برسیم به جایی که راحتیم باهاش. یه سری مزایا داره این روش. مهمترینش اینه که زبونی که باهاش داریم کامپایلر رو مینویسیم همون زبون کامپایلرمونه. اوکی؟ و خب این خیلی کمک میکنه دیگه. من باعث میشه که درد سر زیاد نکشم. و هر کسی که با این زبان کار میکنه میتونه به کامپایلرش کمک بکنه. این مثلا در مقابل مثلا چه میدونم هسکل بذارید که حالا نسخه آخرش این کارو مدن کردم، ولی نسخه قبلترش شما اگه هسکل بلد بودید و فقط هسکل بلد بودید نمیتونستید به کامپایلر هسکل کمک بکنید. الان میتونید، واقعا نمیتونستید. مثال بعدی زدم، مثلا مثال بهترش میتونه مثلا پایتون باشه. شما اگه پایتون بلد باشید نمیتونید به کامپایلر پایتون کمک بکنید. برای کامپایلر پایتون نوشتن باید سی بلد باشید، ولی گو اگه بلد باشید میتونید روی کامپایلر گو کار بکنید. روش مشابه استفاده کردم. خب دو تا کار میتونیم بکنیم الان. من این یه اجرا بگیرم براتون. اجرا گرفتن هم خیلی جالبه. من اول میام با رومی قبلی این فایل کامپایل میکنم، بعد این آبجکت فایل برام تولید میکنه. رومی قبلی اون مینیمال آبجکت فایل برام تولید میکنه، بعد میدمش به یه کامپایلر، به جی سی سی میدم. فقط هم برای لینک کردن دارم به جی سی سی میدم، یعنی اگه به جای جی سی سی چه میدونم هر کامپایلر دیگه اینجا بذارم کار میکنه که لینکش بکنه آبجکت فایل رو برام اکزیکیوتیبل بکنه. بعد در نهایت این فایل اکزیکیوتیبل رو میام روی خود این فایل دوباره اجرا میکنم، یعنی خودش رو اجرا میکنم روی خودش و اگه خطایی داشته باشه به هم میگه. این کمک میکنه که من ببینم که یعنی هر وقت بتونه کامل خودش رو کامپایل بکنه خیالم راحت میشه که دیگه همه چیز رو پیاسازی کردیم. اوکی؟ یعنی اگه اجرا بکنم یه عالمه چیز میاد و آخرش اینطوری میشه که مثلا داره میگه که من از کاراکتر 15475 تا 15675 یه ال دیدم. اون الی که اونجا داره میگه احتمالاً این ال اینه،
این لکسری که اینجا نوشته اینه، این بافی که اینجا نوشته اینه، یه پرینتف دیده. بعد یه استرینگ دیده که نوشته بوده لکس درصد دی توکنز که اینه. بعد یه ال دیده، یه کانت دیده و همینطوری میاد خودش رو پارس میکنه. و در کل این فایل خودش الان 4348 توکن داره. این لکسرش که کاملا نوشته شده کاملا کار میکنه. اگه بخوایم نگاه بکنیم خیلی کلی، روال کارش اینطوریه که یه بافر داره، کل اون فایل داخل این بافر ریخته شده براش. کجاست اینجا؟ بعد این میاد شروع میکنه نگاه میکنه ببینی که الان چی داره میبینه. مثلا اگر یه حرف ببینه میگه احتمالا یه آیدی دارم میبینم، میره آیدیشو در میاره. بعد چک میکنه ببینی این آیدی که در مورد کیورد هست یا نه. اگر کیورد باشه میاد میگه اوکی من کیورد دیدم، کیورد شماره 21 رو دیدم. اینا هم مثلا اینجا 21 نوشتیم، باطن که اینام نداریم، اینام که اضافه بکنیم به زبان میم برمیگردیم این 21 رو مثلا میکنیم چه میدونم توکن دو نقطه دو نقطه اینت یا حالا هر سینتکس دیگه ای که تصمیم بگیریم. و به همین ترتیب پیش میره، تمام توکن های تمام کیورد های مختلف رو چک میکنه. اگه با هیچ کنم از اون کیورد ها یکی نبود میاد میگه که من یه آیدی دیدم، مثلا مثل اینجا مثلا من ال دیدم، من پوینتر دیدم، من تایپ دیدم، من پرینتف دیدم. یا اتفاق دیگه که ممکنه افتاده باشه اینه که ممکنه عدد ببینه اینجا. اگه عدد ببینه میره عدد رو در میاره. حالا فعلا اصلا فلوت رو پشتیبانی نمی کنیم، فقط اینتجر داریم پشتیبانی می کنیم توی این نسخه. میگه که اوکی من عدد رو نگاه کردم، این نمونه اینا، میگه که یه عدد دیدم از فلان کاراکتر تا فلان کاراکتر، عدد یک رو دیدم. بعد اینو میاد داخل یه توکن مناسب میذاره، توی استراکت خودش ذخیرش میکنه، شمارندش رو یه دونه زیاد میکنه. مثلا اگه دو نقطه ببینه میاد میگه که اوکی این دو نقطه ممکن دو نقطه مساوی باشه، ممکن دو نقطه خالی باشه، حالا بعدا ممکن دو نقطه هم شامل بشه. چیکار میکنه؟ میگه اوکی بیا نگاه کن ببین کدومشه، هر کدوم که بود اونو آیدیش اضافه کن، آیدی 3 دو نقطه مساویه، آیدی 2 دو نقطه خالیه. و همینطور این میشه لکسرمون. حالا کار دیگه که میخوایم بکنیم بعد از این لکسر، میخوایم بیایم شروع کنیم با روی پارسرمون کار بکنیم. و اوکی وقت بیشتر از این هدر ندم، شروع کنم نوشتن. پارسرمون باید بیاد اون بخشی از زبانی که این توکن های مختلف کنار هم دیگه نگاه میکنه و به هم میگه که این چیزی که دارم میبینم آیا معنیدار هست یا معنیدار نیست. خب فرض میکنیم یه تابع پارسر داریم که به عنوان ورودی ال رو میگیره، یعنی ورودی پارسر میشه خروجی لکسرم. بعد میایم این بالا شروع میکنیم نوشتنش، بیشتر از این وقت نذاریم سر این داستان. اینجا خب من به عنوان ورودی یه ال میگیرم که یه پوینتر به لکسر هست، خروجی فعلا میگم void، ولی احتمالا بعد یه استراکت دیگه برای پارسر تعریف بکنیم و اونو به عنوان خروجی برگردیم. اوکی بعد یه شمارنده تعریف میکنم اینجا، از ماشو بذاریم offset. offset دوام میگه که من چند تا از توکن های لکسر رو دیدم و جلو رفتم داخلش. اصلا میتونیم یک کاری بکنیم، میتونیم offset رو داخل خود لکسر بیاییم تعریف بکنیم. یعنی اینجا که لکسر رو نوشتیم، اینجا بیاییم یه متغیر جدید تعریف کنیم به اسم offset از نوع integer. این هم اینطوری کنم که خوشگل باشه، یه متغیر جدید تعریف کنم از اینو اینتجر و آفست اصلا داخل خود لکسرمون نگه داریم. بعد اینجا که اومد بگیم که اوکی اولین کاری که میکنی به لکسرت بگو آفستش رو بذاره صفر، یعنی من صفر تا توکن تا الان خوندم. منطقیه احتمالا. خب بعد یه وایل میذاریم، میگیم تا زمانی که وایل ترو میذارم در واقع. و میخوام بیام چیکار کنم؟ میخوام بیام بگم که اوکی
این پارسر من تا کجا باید پیش بره؟ تا وقتی باید پیش بره که آفست ال مساوی کانترش نشده. کانتر بود اسمش؟ احتمالاً بله، کانت. تا وقتی مساوی کانتش نشده باید پیش بره. وقتی مساوی کانتش شد بیا بیرون. این از بیس پارسرم. حالا داخلش میخوایم چیکار بکنیم؟ او و البته باید بیاییم و اوکی اینجا باید بیاییم و بگیم که پارس تاپ لول. توی پارسر بالاترین سطح میخوایم بیاییم و در واقع تاپ لولامون یا تابع هستن یا استرات. میام میگیم که اولین کاری که باید بکنیم اینه که بیاییم تاپ لول تو پارس بکنیم. بعد میام اینجا دوباره تابع تاپ لول پارس تاپ لول رو می‌نویسم. برای تقلب هم میتونیم بریم اون کد اونورمون رو نگاه بکنیم ببینیم اونجا چیکار کردیم. توی کد پارسرمون در واقع تاپ لول اینجا یا فانکشن دیفاینه یا فانکشن سیگنچره یا استرکت استیتمنت. پس اینجا باید بیام ببینم که من الان دارم با کدوم یکی از اینا سر کله میزنم. چیزی که هست اینه که هر ستای اینا بهعنوان مثال بنویسم، فانکشن دیفاین یه همچین حالتی داره، یه آیدی داریم، دو نقطه مساویه، یه سری آرگومان داریم و یه سری یه تایپ داریم اینجا، یه بادی داریم و اینجا یه سری استیتمنت داریم. این فانکشن دیفاینمونه. فانکشن سیگنچر یه آیدی داریم، یه سری آرگومان داریم، یه تایپ داریم و سمیکالون. استراکت یه آیدی داریم، دو نقطه خالی داریم، استراکت داریم، اینو داریم و اینجا بعدش یه سری ممبر دیفاین، حالا هر چیزی که میخوایم اسمش بذاریم. و این ساختارهای مختلفه. حالا ما باید ببینیم که با کدومی که از اینا سر کار داریم. اولین کاری که میام میکنم اینه که بیا نگاه کن ببین که توکنی که روش وایسادی آیدی هست یا نه. خب بعد چون من حافظه کوتاه مدتم خیلی ضعیفه میرم این فایل این ورم رو نگاه میکنم ببینم به آیدی شماره چند دادم. یک یعنی آیدی. خب میرم میگیم که ببین لکسر جان اصلا ببینیم این توکن اولمون کجا باید باشه. توکن اولمون توی این آدرس میره، lexer.pointer به اضافه lexer.offset. این یه پوینتر میشه به یه استراکت توکن. بعد توی اون ما میخوایم نگاه کنیم ببینیم تایپش مساوی مساوی یک هست یا نه. اینطوری اگر این تایپش یک بود یعنی چی؟ یعنی من اینجا دارم یعنی من اینجا دارم آیدی میبینم، چیزی که میخوام. اگر اینو ندیدم باید چیکار کنم؟ اگر آیدی ندیدم باید چیکار کنم؟ باید بگم که مثلا بتونم بگم return 0 بعد اینو بکنم boolean. نه این کار خوبی نیست. یه کار خوبیه. حالا فعلا کاری که میکنم اینه که میگم ریترن کن و برای اینکه سیستم خاموش بشه بیا آفست لکسر رو بذار کانتش، چون اونجا شرط گذاشته بودیم که اگه آفست کانتش بشه از کار بیفته. الان اگه این اجرا بکنم خطا میده به همون خط 612. اینجا دو نقطه مساوی نذاشتم. اوکی به خاطر اینکه این تا به آخرش ریتر نداره احتمالا. و اینجا هم مثلا میتونیم یه دونه ریتر حلکی بذاریم که خطا نداره همون، چون گفتم کامپایلری که نوشتیم خیلی ساده است، یعنی حتی نمیتونیم بفهمیم که اگه void باشه تهش بدی ریتر بذاره.
در این حدم اطلاعات نداره و باز داره خطا میده بهمون. دیگه کجا اشتباه کردیم که داره خطا میده؟ این ساختار لکسرمون رو میبینم، یه پوینتره، اوکی، که این یه تایپ داره، این درسته، این مساوی مساوی یکش هم درسته، اوکی، جی دی بی رو اجرا میکنم. ببینیم که کجا داره با ما خطا میده. بکترک کن. او احتمالا یکی از این چیزایی که اینجا نوشتیم توی پوینتر اکسس اکسپرشن، یعنی اینجا احتمالا این یه اشتباه داره. بذار پایین نیا کنیم پایین چیکار کردیم. ال دات پوینتر بذار یه عدد دات پیلود و دات تایپ. اوکی، این مشکل از اینجا نیست. پایین تر بریم. داشته یه فانکشن دیفاین میکرده، داشته یه ایف دیفاین میکرده، داشته یه باینری اپراتور دیفاین میکرده، یعنی ما الان اینجاییم. یه پوینتر اکسس اکسپرشن داره دیفاین میکنه. او این یه پرانتز میخواد طوری. اوکی مرسی، حل. خب از حقه بیرون نیمد، پس یه جایی باگ زدیم. او باید گونم اینه که این اولیش مساوی آیدی هست، بعد نمیده ایچ وقت کارکتر بعدی رو چک بکنه. میگم که یه دونه با آفست هم زیاد کن، یعنی برو توکن بعدی رو نگاه کن ببین توکن بعدی چیه. و اوکی رفت و یه بار چک کرد. بعد اینجا میتونیم بگیم که printf top level token expected ID درصد دی چیه؟ این هر چیزی که هست، این فاجعه ای که اینجا داریم، هر چیزی که هست رو همینجا بنویسیم. ارور مسیجش خیلی خوانا نیست میدونم، ولی باید در نظر داشته باشیم که توی این مرحله کسی جز ما قرار نیست ازش استفاده بکنه. بعدا میتونیم که نه، بعدا باید بیم همین رو عوض بکنیم. و اینجا داره خطا میده، top level token expected id sa3 که دقیقا همون چیزیه که انتظارش رو داشتیم همون بگم. خب یه آیدی دیدیم، آفست یه دونه میریم جلوتر. حالا باید بیایم بگیم که این کاراکتر بعدی دو نقطه است و دو نقطه مساوی. و یه چیزی که هست اینه که ما ظاهرا از این سینتکس باید خیلی استفاده بکنیم و این یکم سخت نوشتنش. من یه هلپر می نویسم، اسمشو میذارم پارس نیکست پارسر، اینطور می نویسم لکسر پاپ و به همون یه دونه توکن برمیگرد، یه دونه پوینتر به توکن برمیگردونه. بگیم چیکار میکنی، میای و میای ریترن میکنی، ای بابا میای ریترن میکنی پوینتر به اضافه آفست منهای یک. چرا منهای یک؟ با اینکه همین بالا میخوایم بیایم آفست رو یه دونه زیاد بکنیم. این پاپ یعنی یه دونه توکن میخونه و میره جلو، یه دونه پیپ میخوایم داشته باشیم. پیپ قرار نیست بره جلو، فقط همونی که داره بهش اشاره میکنه رو به اون برمیگردونه. L dot return L dot pointer به اضافه L dot offset. خب ما این دو تا به الان میتونیم خیلی راحت تر بنویسیم کدومونو. یعنی اینجا می‌نویسم اگر lexer peep dot type مساوی مساوی یک باشه، و این ممکنه خطا بده بهم. حالا ایشالله که نمیده، یه کاری بکن. این هم دیگه نمیخوایم ببینیم. ارسمون هم سر جاش.
پیپ یا پاپ؟ پیپ باید بکنیم. چرا باید پیپ بکنیم؟ به خاطر اینکه بعدش آیدیش رو میخوایم بگیریم، میگیم آیدیمون در واقع اسم این استراک یا تابه یا هر چیزی که هست میشه چی؟ میشه لکسر پاپ دات پیلود و این تایپش چیه؟ استرینگ. میتونیم بنویسیم که پرینت سا آیدی درصد اس و اینجا آیدی رو بهش بدیم. خب ببینیم چی بهمون میده. 622. اینجا باید بیایم دور پرانتز بذاریم که بفهمه. اینجا هم همینطور. یه استار بذاریم چون با پوینتر داریم کار میکنیم. الان چی؟ اوکی کار کرد. سا آیدی پرینتف، اولین تابعی که توی این فایل تعریف شده پرینتف هست و اینجا داره به ما میگه سا آیدی پرینتف که دقیقا همون چیزیه که انتظارشو داشتیم. خب حالا بعد ببینیم که با دو نقطه کار داریم یا دو نقطه مساوی. اوکی میان میگیم که next tokenمون میشه چی؟ میشه lexer pop l. برو یه المان دیگه پاپ کن. بعد اگر nt.type مساوی مساویه دو نقطه چنده بالتر باشه او دیفاین هست. اوکی اگه مصابی مصابی سه بود ما اینجا یا فانکشن سیگنشر داریم یا فانکشن دیفاین داریم. بقیه این صورت اگر nt.type مصابی مصابی دو باشه استرک داریم. باز اگه هیچ کدومون رو نبود باید خطا بدیم و خطامون چی میشه؟ میگیم printf expected token به نقطه or نقطه مساوی سا درصد دی و درصد دیمون میشه nt.type. بعد اینجا هم میایم بهش میگیم که برای اینکه تموم بشه offset رو بذار count. اوکی ببینیم چی میشه. خب یه پرینت اف دید، هیچ کدوم از این دوتا خطا رو به همون نداد، یعنی این خطا رو به همون نداد پس رفته جلو درسته. اوکی حالا دو نقطه مساویمون دیدیم، بعد داریم حالا بدنه تابمون رو باز بکنیم. یه لحظه من اینجا اینو درست گذاشتم چت این رو اوکی. اگه پیشنهاد یا سوالی هم دارید حتما تو چت بهم بگید، خیلی خوشحال میشم بگه بشنوم. قرار نیست فقط همش کد بزنیم، در مورد زبان، در مورد پیاده سازی هایی که تا حالا انجام شده، در مورد هر کدوم هر نظری یا پیشنهادی دارید بگید که حتما نگاهش بکنیم. خب این از این سره. گلمو تازه کنم. خب اوکی حالا مستقل از اینکه فانکشن اینا رو بیاریم پایین تر بلو چشم باشه، مستقل از اینکه من با فانکشن دیفاین کار میکنم یا فانکشن سیگنچر، کاراکتر بعدی که میبینم پرانتز بازه، پس اونو میام همینجا هندل میکنم. میگم که اصلا میتونم این کار بکنم lexer expect اینجا میام یه دونه توکن میدم، میگم که مطمئن شو همینو دیدی. بعد اینجا میام چیکار میکنیم؟ میگیم که اوکی expect یعنی باید پاپ بکنم
میگم که توکن مساویه لکسر پاپ ال، بعد اگر این توکنش مساوی مساوی تی بود، ریترن یک، ترو فالس نداریم. در غیر این صورت ریترن صفر. میتونم صفر و یکش رو برعکس بکنم، حالا بذارید برعکسش بکنم که برای، یعنی اگر اون چیزی که میخواستیم رو دید یک صفر برگردیم، اگر ندید یک برگردیم. بعد اینجا میام استفاده میکنم ازش، میگم که کجا بودیم؟ اینجا انتی تاگ. خب اگر لکسر اکسپکت ال و پرانتز باز میشه چهار، این ترو که بشه یعنی پرانتز باز ندیده، میایم بهش خطا میدیم. expected token ایشون او سارو نمیتونیم بگیم. چرا نتونیم بگیم؟ بذارید یک کاری کنیم، بذارید یک کاری کنیم. اینجا میام میگم من انتظار داشتم چی ببینم، میام انتظار دارم پرانتز باز ببینم. بعد این ور توی اکسپکتم میام میگم که دیسکریپشن یه استرینگه. بعد اگر ندیدی اینجا پرینت اف کن expected to see درصد s با ساب درصد دی اسلش این. خب درصد اس چیه اینجا؟ درصد اس دیسکریپشنمونه. مثلا میگم پرانتز باز میخواستم ببینم ولی به جاش چی دیدم؟ تی ان دات توکن. بعد برای راحتی کار آفست رو اونو مساوی کانت میذاریم همینجا و که این وقت کدومون خلبت خلبت کوچیک کوچیک تر بشه. بعد اینجا اگر پرانتز باز نبود صفر ریترن کن، اصلا کاری با چیز دیگه نداشته باش. منطقیه؟ آره. خب یه پرانتز باز میخوایم ببینیم، اینجا که برسیم پرانتز بازمون رو دیدیم، حالا یه سری آرگومان باید ببینیم. to do parse x بعد هم بهش فکر میکنیم. بعدش چی؟ بعدش میخوایم پرانتز بسته ببینیم و اگه ندیدیم ریترن. مثلا این هم نمیخواد بذارم دیگه، یک کاراکتر میخوام دیگه، مثلا چه نیازی اینطوری بکنم. اوکی و حالا پرانتز بسته رو دیدیم، باید یه دونه فلش ببینیم، میگیم که اکسپکت کن فلش کدش دهه. اگه ندیدی ریترن کن. بعد یه تایپ باید ببینیم، بعد تایپ باید تاورش رو بنویسیم. بعد با توجه به اینکه کاراکتر بعدیمون سمیکالونه یا کلی براکت باز، تصمیم میگیریم که فانکشن سیگنچر داریم یا به اصطلاح فانکشن دیفاین. اسمش چیه؟ آره خب بنویسمش. یه تایپی باید هندل بشه، چطوری نمیدونیم، بعدا بهش فکر میکنیم، الان برام مهم نیست. بعد
میتونیم صرفا برای اینکه یکم تست بتونیم بگیریم بگیم که یه آیدی میخوای ببینی، بعد بعدا بیایم کارش رو عوض میکنیم و بعدش هم بگیم مثلا انتظار داریم یه سمیکالون ببینیم. چون میخوام یه تست بگیرم بیارم تا اینجا یک کد غلطی نداشته باشم. سمیکالون چنده؟ 11. خب بعد این بالا یه دونه تست سیگنچر تعریف میکنم که آگمان نداشته باشه، چون آگمان الان هندل نمی کنیم. آیدی هم بعد بذاریم اینجا، می نویسم مای آیدی. این خطا میده، می نویسیم وید. بعد اینجا هم جای آیدی تایپ رو مثلا میگیم اتمن وید بعد باشه. وید چنده؟ 29. اوکی نتونست کامپایل کنه، یه جایی خطا دادیم. کجا؟ چیزی باز کنیم rom.rom بکترس کن. خب یه فانکشن دیفاین که داشته کامپایل میکرده یه چیزی که هست بکنم، این کامپایلر ساده ای که نوشتیم اون بر همین بیسی که الان نوشتیم تابعی به نارگومان رو نمیتونه هندل بکنه، پس این نمیتونیم تست بکنیم. رفتی نمیشه. اوکی خب پس از مشکل از کجاست؟ حد سنشتر بود گفته دارم یه تابه کامپایل میکنم موقع حساب کردن آرگوماناش سگمنتیشن فالت داره میگیرم. ما اینجا چند تا تابه نوشتیم؟ یکیش این بود درسته به نظر، یکیش این بود درسته به نظر، پیپ درسته، پاپ درسته. اوکی از کجا ممکنه باشه؟ یک کاری میکنیم، من بریک پوینت میذاریم توی روم دات سی پی پی خط 39. بعد یه بار دیگه ران میگیریم. اوکی ای بابا یه بار دیگه ران بگی. خب اونجا الان اومدی برو تو بعدی. با چی میرفتیم تو بعدی؟ با N میرفتیم بعدی دیگه. نه نه با N میاد پایین. اسکیپ چی بود؟ هلپ سرش بکنم یادم نمیاد. gdb escape and to next breakpoint c. اوکی دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، ششمی، هفتمی، هشتمی، نهمی، دهمی، یازدهمی، دوازدهمی، سیزدهمی، او 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. اوکی 27 امین تابه داره خطا میده به همون. میتونم ببینم خط چند دومه؟ یه بشماریم از بالا. بذار یک کاری کنم. چه کاری بگه خب؟ بریم اون فایل سی پی پی مون خط چند بود؟ خط 39 اینجا. او خط 106 اونجا نیست.
اینجا یه دونه پرینت لاین بذاریم آن لاین درصد دی. این کد کامپایلر ساده هست. بعد لاین هم از کجا بیارم؟ میتونی اصلا تابر بنویسی لاین رو کنید آن فانکشن درصد اس. لاین ندارم اینجا، نه پرینت اف باید باشه. اوکی، بعد این هم به عنوان سی اس سی آر برگردیم برمون. خب یه کامپایلش کن. شما هم نشته زحمت کشیدید. این خط چند داره ارور میده؟ توی لکستر اکسپکت داره ارور میده. خب لکستر اکسپکت چرا داره ارور میده؟ لکسر اکسپکت ال یه لکسره او تی، چون باطنه که این آیدی هر نفهمیده چیه داره ارور میده. تی اینت بیا یه چیز فوق العاده راحت بود. ولی خب درسته یه چیز راحت بود، منطقه ما نداریم اینا رو، باطنی که الان میخوایم صرفا این نسخه مینیمال داشته باشیم. تمام این چیزهای دیگر رو بیاییم و داخل خود سیستممون هندل بکنیم. باز داره خطا میده، میگه کجا کتنم پوتنسی تایپس، احتمالا اینه توی باشه چی؟ نه دوباره دست به دامن جی دی بی میشیم. روم داشتون خب داشته چیکار میکرده؟ باید تش بگیم یه فانکشن دیفاین، یه ایف استیتمنت، یه باینری اپراتور، یه ممبر اکسپرشن. داخل اون ممبر اکسپرشن الوکاشو میخواسته در بیاره. اوکی اینجا بهش بگیم که این تایپ اینو نتونسته هندل بکنه، این یه دونه درصد توکنه. این اتفاقات پیش میاد. باز یه خطای دیگه داریم. باشیه بازم همون خطا. این اوکی میتونم بیام این کارو بکنم. TK دو نقطه مساوی TN دات توکن، بعد اینجا بگم که TK رو چک بکن. این پایین هم این تیکه چک کن، چون خیلی از چک ها رو توی کامپایلر نذاشتیم، تعداد خیلی زیاد از چک ها رو نذاشتیم نمیتونه برامون سه چیز رو هندل بکنه. خط 620 member expression type type میگه TN، نمیدونم چیه TN، توکن دیگه. member type not found. او باطنی که اسمش تایپه نه توکن. حل شد. داره خطا میده به همون، میگه من انتظار داشتم پرانتز بسته ببینم ولی یک دیدم. کجا؟ اوکی اینو دیده. تو
یعنی تست سیگنیچر رو تونسته پارس بکنه، پرینتف اومده پارس کرده، بعد به این تی خورده، گفته من دیگه نمیفهمم این یعنی چی. خب خوبه، پس تا اینجاش کار کرد، یعنی این پارس تایپ همون باید کامل شد. خب حالا بیم پارس تایپ همون رو کامل بکنیم و اینجا مثلا میتونیم بگیم که پارس تایپ کن ال رو بگیر، مهم نیست برامون چه کار میکنی، فقط تایپش پارس، اینو پارس کن، پارس تایپ یه ال میگیری که لکسرمون هست و به ما میتونیم بولی باید برگردم کنم. آره خب حالا چه چیزهایی میتونن تایپ باشن برای ما؟ یه سریاش که بدیهیه، اینا بدیهی هن، بولین و فلوت و اینتجر و سایند آن سایند، اینا برمون بدیهیه، اینا میدونیم که تایپ هن. خب پس میتونیم بیایم اونها رو اینطوری بنویسیم، اول برو بعد بریم توکن بعدیمونو بگیریم، لکسر دات پاپ ال. حالا این اگه تایپش 29 باشه یا اینا رو هر کدوم جدا جدا بنویسیم بهتره، باید اینکه بعدا باید جدا جدا کار بکنیم با هاشون. اگر 29 بود ریتر امیتری کنم که خب از 29 تا 40 اینطوری، یعنی من همه رو باید دونه دونه بنویسم. دلیل اینکه دونه دونه باید بنویسم اینه که اینا حالا الان داریم سنبل میکنیم، بعدا باید بیام بگم که اوکی اینو یه تایپ void برگردون، اینو یه تایپ uate برگردون، اینو یه bool برگردون، همه اینا رو بعدا باید بنویسیم. این تو هم جای گذاشتین، اوکی این تو هم داریم. خب اینا رو سریع انجام بدیم، 29 30 نه موسی کنیم، 31 32 3 4 5 6 7 8 9 40. خب 40 می راحت میشه کرد، اینا رو میایم دونه دونه عوض میکنیم. یک میپره پایین، برای همون روی که بگی یه بابا پارس تایپ نمیدونم چه شد، کیبوردم داشت اذیت میکرد این بار. اوکی 34 35 36 37 38 و 39 40 هم که پندل کردیم دیگه. تایپ چی داریم اینجا؟ int تایپ 21 اوکی دیگه چه تایپی داریم؟ پوینتر هم ممکنه داشته باشیم، خب آیدی هم ممکنه داشته باشیم، آیدی رو با 1، پوینترمون با 0. آیدی اگه دیدی تایپ مثلا مثلا یک بود ریترن کن. حالا اگر پوینتر دید، یعنی اگر ستاره دید، یک کار دیگه ای باید بکنیم، اگر 12 دیدی ریترن میکنیم پارس توکن، یعنی این در حال به یه چیزی داره اشاره میکنیم دیگه، مثلا استار اینت یا مثلا استار 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 اینت، ریکرسیو پیش میریم تا بالاخره به یه توکنی برسه دیگه. تنها جایی که ریکرسیف هست اینه، کلی هم حالت پایه داریم که حالا اینا رو بعدا باید بریم بگیم که هر کدوم از اینا چیه. خب function not found من 661
اسمش چی گذاشته میگه؟ پارس تایپ گذاشته، نه پارس توکن. خب اوکی، سگمنتیشن فالت، به خاطر اینکه اینجا ریترن نذاشتیم تهش، گفتم کامپایلرمون خیلی ساده است. اوکی رفت و تست سیگنچر رو تونست هندل بکنه با تایپ جدیدمون. حالا اگه من تست سیگنچرم استار وید برمیگردون چی؟ بازم میتونی هندلش بکنی؟ آره تست سیگنچر میتونه هندل بکنه، پینتف رو نمیتونه هندل بکنه با خاطر اینکه آرگومان داره. خب میریم پینتف رو هندل میکنیم. من اینجا آرگومان ها یه تابل درست میکنیم، پارس ارگز. این کارو بکنیم بهتره. میام میگیم تا زمانی که پرانتز بسته ندیدی یه کاری بکن. پرانتز بسته ندیدی چجوری براش بگم؟ اینو ببندم که جان باز شد، مثل این بالا براش میگم، یعنی استلکس کیپ پاپ نمی کنیم چون صرفا میخوایم مطمئن شیم که پرانتز بسته نیست. پاپ بکنیم حذف میشه، بعدی نمیتونه کارشو بکنه تا زمانی که این تایپش مساوی 5 نباشه. نباشه رو هم چون نات نداریم این مساوی مساوی 0 میذارم روش اینطوری. خب تا زمانی که اینطوری نیست یه دونه آیدی داریم، لکسر اکسپکت L1 و ID. بعدی دو نقطه داریم، لکسر expect L. دو نقطه رو با چی مشخص میکردیم؟ با 2. دو نقطه و بعدش هم parse type. به نظر درست میاد. آره خب ببینیم الان چی میشه. یه کاری هم بکنم اینجا خیلی شلوغه. اینجا بریم آخر قبل از اینکه این پارسر رو فراخوانی کنیم یه دو تا اسلشن چاپ بکنیم، یکم خانه باشه کدمون. بریم ببینیم الان چی میشه. expected id خط 788. داشتم کار رو نداشتم تایپ میکنم. اوکی الان segmentation fault دست در نکنه. چرا segmentation fault؟ حدس نزنیم ببینیم جی دی بی چی میگه. جی دی بی ران کن. اوکی یه فانکشن کالیه. اینجا آرگومان بهش ندیم. تست SG رو حل کرد. expected ID sub printf. توی printf بین تایپ همون ما ویرگول داریم، ویرگول بین تایپ ها رو هندل نکردیم. اوکی یه تایپ دیدیم. حالا دوباره همین این شرط این داخل میام کپی میکنم، میگم اگر ویرگول دیدی اگر ویرگول دیدی بیا لکسر اکسپکت میکنیم که ویرگولت بیفته بیرون. برام مهم نیست اگه آخر سیگنچر ویرگول اضافی داشته باشیم، مثلا فرق نداره برام.
صرفا چیزی که مهمه اینه که ویرگول بین طرف وجود داشته باشه. او اوکی، حالا بعدا هندلش میکنیم. این میتونه مثلا طرف میتونه ویرگول نذاره اگه اینطوری باشه و این بد میشه برامون. خب نمی کار میکنم، میگیم اگر اینطوری بود، اگر ویرگول بود اکسپکت داشته باش که ال 6 ویرگول، این که اصلا هیچ وقت خطا نمیگیره. در غیر این صورت اگر ویرگول نبود اگر ویرگول نبود مطمئن شو که بعدیمون پرانتز بسته است. اینطوری. و اگه پرانتز بسته نبود بهش بگو که expected to see پرانتز بسته or این سا در ساعت دی، نه ساش هم نمیخواد، همین اصلا بسته مونه. یا باید ویرگول ببینی یا باید پرانتز بسته ببینی، چیز دیگه باشه خطا میدیم. خطا دادمونم قرار شد اینجا بهشون بگیم که offset مساوی این داد count و بعدش هم return. خب برو. اوکی برو ویرگول expected to see پرانتز بسته یا ویرگول، ولی هیچ کدومش ندیده و احتمالا داره یه جا اشتباه میکنه. کجا داره اشتباه میکنه؟ اینجا میتونیم بنویسیم که چند بار داخل این بوده. printf once in while، داریم چند بار توی این وایل بوده، یکی دوتا. خب او سه نقطه داریم توی printf. ای بابا تایپ printf میارم پایین، تایپ پرینتر میارم پایین اینجا. با تو اینکه پرینتر ورق داره و ورقا خیلی دستانشون تو بنی میشه بخواهی من دل میکنی. اوکی خب الان تا اینجا تونسته پارس بکنه، تست سیگنشر اونو دیده اوکی بوده، ام ال کو دیده اوکی بوده، اگزییت رو دیده اوکی بوده، اف اوپن، اف سیک، اف تل، اف رید، ای تی او آی. پرینت اف رو که دیده نتونسته پارس بکنه. با این پرینت اف تنها تابعی هست که سه نقطه داره استفاده میکنه. خب مستر سر خوش نوشه ویگول یادت رفت گذاشتیمش دستت درد نکنه. اوکی اینجا میتونیم بگیم که یه راهکار خیلی راحت، من قبل از تایپ هم ممکنه دو نقطه ببینم و اینطوری میام هندلش میکنم. فقط ببینم که کد دو نقطه، دو نقطه که نه سه نقطه در واقع، سه نقطه کدش چنده؟ هشت. خب او اکسپ اینجا اینطوری به این صورت منطقه. یه چیزی که هست اینه که ما وقتی که اینو میبینیم بعدش باید تموم بشه داستان دیگه، بعدی نباید داشته باشه، یعنی سه نقطه وسطش نمیتونه بیاد. جد تو دوم زنم که بعدا هندلش بکنیم. Ensure it is the last argument. خب اوکی رفت تو این طرف هم هندل کرد. حالا STREQ رو داره ایراد میگیره ازمون. STREQ چیه؟ اوکی تا اینجا همشون سیگنچر بودن، یعنی تابع رو مشخص نکردیم، صرفا گفتیم تابعی قراره بیاد اینجا
اینجا اولین باره که یه تابع داره تعریف میشه و نمیدونه باید چی کار بکنه، پنیک میکنه برای ما، میگه من نمیدونم چی کار کنم، به دادم برس. خب نمیپاییم. ایرادش هم از اونجاست که اینجا گفتیم حتما باید سمیکالون ببینیم. خب چطوری هندلش بکنیم اینو؟ به جای اینکه بیام بگیم حتما باید سمیکالون ببینیم، میام بگیم نگاه کن ببین کاراکتر بعدی چیه. یعنی در واقع نکست توکن رو میام میگیریم، لکسر پاپ، پاپ کن برامون، مهم نیست داخلش چیه، یعنی مهم نیست که قطعا همینجا مصرفش قرار بکنیم. اگر تایپش مساوی مساوی 11 بود to do signature else if تایپش مساوی مساوی 14 بود to do body. آره و اگه هیچ کدوم اینا نبود printf کن expected to see in or in saw درصد d انتی دات تایپ و بعدش هم این دات offset مساوی این دات count و return expect رو هم دیگه اینجا برمیداریم چون دیگه expect نمی کنیم. خب هم جلتر باید بره و جلتر پنیک بکنه. اوکی میگه من string equal رو دیدم، بعدش counter دیدم، کانتر دو نقطه مساوی داشت. الان اینجا فکر میکنه هنوز تابه است دیگه، نمیدونه که وقتی این باز شده یه بسته هم بعد بیاد، داره فکر میکنه که من الان چقدر خوب یه تابه دیگه دارم میبینم. بعد نگاه میکنه میگه صفر صفر اینجا، بعد پنیک میکنه که خب میکره منطقی هم هست دیگه، نمیدونه چیه. حالا این که تکمیله، یعنی به اینجا که برسیم مطمئنیم که دیگه کار تمومه. به اینجا که برسیم ولی باید بریم یه تابع جدید تعریف بکنیم، پارس فانکشن. دلیل اینکه تابع جدید میخوام تعریف بکنم اینه که اینجا ایندنشنش خیلی زیاد شده و داره اذیتم میکنه و هیچ دلیل دیگه هم نداره. منطقیه پارس فانکشن فقط ال بهش بدیم. آره خب میایم بالا parse function دو نقطه مساوی l که یه نوع لکسر هست و شما قراره به ما void بدید. اینجا توضیح می نویسیم که the function signature as well as opening int has been parsed. توضیح می نویسیم که به اینجا که برسه کلی براکت باز رو هم من پارس کردم، از اونجا به بعد تندلش بکن. خب برای تست قبل از STREQ میام یه تابع جدید میذارم به اسم تست fn body. خب و یه تابع void اینطوری نمیتونم این کار بکنم، اگه ریترن نداشته باشه پنیک میکنم. ای بابا تست نمی کنیم، مهم نیست. خب برو هم جایی که بودیم، باید بیاییم بهش بگیم که توکن بعدی رو نگاه کن، لکسر پیپ کن الو تایپش اگر بسته چنده؟ کلی برکات بسته 15. این در وایل باید بذاریم تا وقتی که به کلی برکت بسته نرسیدی پیش برو. نرسیدی رو چجوری تعریف میکنیم؟ چون نامساوی نداریم مساوی مساوی صفر میذارم تش. این در واقع این کد اینو داره میگه، تا وقتی که next token is not ایشون پیش برو. و تی هر گام باید چگاه کنیم؟ parse statement بوردیم لکسر باش میدیم و بعدش هم میگیم که حالا
اکسپکت میکنیم که 15 رو ببینیم و در نهایت ریترن. توی دنیا ایدئال ما باید چک بکنیم ببینیم که اینجا این استیتمنت ها چیه داخلشون، چه اتفاقی داره میفته، ذخیرهشون بکنیم. ولی الان فقط میخوایم پارس بکنیم. پارس که کردیم بعدا میایم دیتا استراکچر مناسب براش تعریف میکنیم، تمام این چیزا رو نگه میداریم داخلش. اوکی؟ اوکی. خب بریم این پارس استیتمنت رو بنویسیم. پارس استیتمنت یه لکسر میگیره با من ورودی و یه دونه وید میگه به همون. منطقیه؟ آره. خب من اینجا فلان یه ریترن خالی میذارم بین اولین استیتمنتی که داریم میگیریم چیه اونو بیم پارس بکنیم. او او توی یه حلقه بینهایت افتاد باطنه که این وال هی داره پشت سر هم پارس استیتمنت رو فراخوان میکنه. برای اینکه این اتفاق نیفته میام میگم که بیا آفست رو یه دونه زیاد کن که به خطا بخوری. expected id sort 23. آه اوکی. خب 23 دیده 23 چیه؟ if. اوکی من برای تقلب برای اینکه راحت باشم در سر نکشم اینجا چون ما الان راحت طلبی هستم میرم ببینم توی فایل پارسرمون چی داریم هندل میکنیم. توی فانکشن دیفاین یه فانکشن بادی داریم. برو فانکشن بادی رو برام بیا. یه سری استیتمنت. اوکی اینا استیتمنت هایی که ما الان میتونیم داشته باشیم. خب یا ریترن استیتمنت داریم، یا وریبل دکلریشن داریم، یا اساین داریم، یا فانکشن کال داریم، یا ایف داریم، یا وایل داریم، یا کد بلاک داریم. من اینو کپی میکنم میام بالا پیست همشون رو کامنت کن برام. مرسی. خب یکی از این هست و نمیدونی تمومه. آه استرک هم باید تعریف رو کنم ولی خب نمیدونیم تموم. اوکی میان توکن بعدی رو میگیرم. اینجا اوکی خب لکسر پیپ کن ببینیم بعدی اون چیه. اگر tn.type مساوی مساوی یا return statement یعنی با یه return باید داشته باشیم. بریم اینجا بریم اینجا return کدش چنده؟ 22. اگر 22 دیدی return این هم توی مجرد پیپ پاپ بکنیم. خب یا 22 داری میبینی یا variable declaration id 1 میبینی ایشون یا var declaration یا var assign. حالا اینکه چی هست و بعدا میتونیم چک بکنیم یا function call هم ممکنه باشه یا if بعد ببینی که کدش 23 هست چه باش توضیح میدیم که این ایفه یا while بعد ببینی while چنده 24 یا کلی براکت باز بعد ببینی که 14 هست.
14 ایشون کلیبریتت بازه، ایشون هم وایده. ریترن بعدش یا بلافاصله سمیکالون داره یا اکسپرشن داره. اگه سمیکالون باشه ریترن خالیه، اگر اکسپرشن باشه ریترن با اکسپرشن. پس میام اینجا چک میکنیم ببینیم کدومش. او یه else هم باید داشته باشه اینجا دیگه. expected to see چی اندازه داشتیم ببینیم statement saw درصد d که درصد d چیه tn dot type بعدش هم lexer dot l dot offset مساوی l dot count و یه return. expect to see a second saw 3 3 چیه؟ دو نقطه احتمالا متغیر داشتیم تعریف میکردیم اونجا. خب اوکی بیایم اینجا ریترن که دیدی بعد نگاه کنیم ببینیم کاراکتر بعدیمون سمیکالون یا چی. تین لکسر اینجا پیپ میکنیم. اگر tn dot type مساوی مساوی 11 بود یعنی سمیکالون بیا lexer expect بزن l سمیکالون رو پارس کن راحت شما دستش در واقع و تمام بزن. در غیر این صورت return expression semicolon بعد بگیم parse expr و expression parse کردن سخت ترین کاریه که ما باید انجام بدیم، برای همین میذارمش آخر سر. اوکی کجا بودیم؟ اینجا بود. خب صرفا بهش میگیم که یه اکسپرشنه و بعدش هم یه سمیکالون. برای اکسپرشن هم نه بعدا بهش فکر میکنیم. خب بعدی یه دکلریشن یا اصلا یه فانکشن کال، و از کجا میتونیم بفهمیم کدومه؟ از اینکه کاراکتر بعدیش دو نقطه است، دو نقطه مساوی یا پرانتز باز. او میتونه ممبر هم باشه، ممبر اکسس میتونه نقطه هم باشه در واقع. این واقع ممبر اکسس هم میتونه باشه. نگاه میکنیم بعد اینکه دقیقا چی هست. نه هم پاک بکنیم این تا همینجاش هم احتمالا یه مقدار خیلی خوبی از همین فایل رو میتونه پارس بکنه و الان یک ساعت و نیمه داریم کد میزنیم. اوکی وایل میدونیم که باید یه دونه پرانتز باز ببینه. بعد پرانتز باز ببینه نبینه اتفاق میفته. lexer expect ال پرانتز باز کدش 4 بعد پرانتز بسته ببینه اینجا این وسط باید یه دونه اکسپرشن ببینه و اینجا باید یه دونه استیتمنت ببینه. خب ایف هم به همین صورت، منتها ایف استیتمنت داشته که دید بعدیش ممکنه else باشه.
بعد ببینیم else میبینیم یا نه. و اگه else دیدیم، else چند کدش؟ 25. اگه else دیدیم بعد بیایم یک کار خاص بکنیم، میگیم که موقتا tn مساوی lexer pip بذار اگر tn dot type مساوی مساوی 25 بود موقع else دیدیم اینجا. آره و else که دیدی میتونیم بگیم که اوکی لکسر پاپش کن. و بعدش باید یه دونه استیتمنت ببینیم. اوکی خواه ولی ممکنه else هم نباشه. اگه else هم نهید اتفاق نیفتاد رد میشیم ادوش. ایف رو زدیم، وایل رو زدیم، اوکی براکت باز و بسته. این کد شبیه همین کد فانکشن میشه که اینجا داریم میزنیم در واقع، دقیقا همین میشه، شبیه که نه. باز رو دیدی پیش برو تا تمشه. آره باز رو دیدی، انقدر استیتمنت پارس کن تا به یه بسته برسی. آره خواه این از این این پارسر رو یه بار دیگه نگاه کنیم. variable declaration که راحته، آیدی دو نقطه. variable assign هم در ویل اسفاین فکر کنم در سر داره برامون یه ذره، به خاطر اینکه ممکنه پوینتر اکسس باشه، یعنی ما اینجا باید پوینتر اکسس هم هندل بکنیم. او نه اینطوری else if tn.type مساوی مساوی ستاره هر چیزی که هست، ستاره جنده 12 بجارش می نویسیم pointer access variable assign. okay. دیگه چی ممکنه باشه؟ یا pointer access که مساوی یا variable که هیچی. تمام شد. خب اینجا وقتی pointer access ببینیم یه دونه پارس اکسپرشن باید انجام بدیم. آره بعدش باید یه مساوی ببینیم، مساوی 17. بعدش باید یه اکسپرشن دیگه ببینیم و در نهایت باید سمیکالون ببینیم. سمی کنم چند بود؟ 11. این میشه پوینتر اکسس همون. یعنی در واقع وقتی مثلا اینجا بمیسرم استار ال مساوی 2، این استارشه که هندل کردیم، الش اینجا در میاد، مساویش دوش اینجا در میاد، سمی کنم. آره خب وایل هم نوشتیم، هم نوشتیم، فقط مونده اینا. خب ما یه آیدی دیدیم، کاراکتر بعدیمون یا نقطه است یا دو نقطه است یا دو نقطه مساویه. اوکی پس اینجا ما یا دو نقطه داریم یا دو نقطه مساوی داریم یا مساوی داریم یه نقطه داریم یا پرانتز باز داریم. و با توجه به اینکه کدوم یکی از ایناست میشه مشخص تصمیم گرفت که کدوم یکی از اون بالایی است. خب پس بعد بیایم توکن بعدی اونو بگیریم، تی ان مساوی لکسر پیپ، یه تست بکنیم ببینیم تا اینجا کار میکنه. نه
چرا کار نمیکنه؟ یه جایی ریترن مناسب نذاشتیم. اینجا اوکی کار کرد، حداقلش نمیدونی خطا نره. یعنی در واقع خطایی هم که داره میده خطای چه خطایی داره میده؟ مموری اکسس این خطایی که داره میده، یعنی یه جایی حالا بعدم بهش فکر میکنیم، مهم اینکه کامپایل شد. اوکی این خطایی که اینجا داره میده، یعنی ما یه اشتباهی کردیم یک جا بیشتر از اون حدی که به جای از مموری دسترسی پیدا کردیم که اونجا رو ملک نکردیم. مثلا ممکنه بریم نال مثلا تایپش چیه، یه همچین خطاییه این که اینجا نوشته برامون، بعد هندلش میکنیم، الان اولویت نیست. اوکی بیم اینجا TN تایپش یا دو نقطه است که دو نقطه چنده؟ دو نقطه رو نمیدن چرا؟ او این رو مثلا عوض بکنم، من هر سری اینو نمیبینم. یه دو نقطه است که اگه دو نقطه باشه یعنی چی؟ یعنی variable declaration یا اینه که این هم باز یعنی این دو نقطه variable declaration، این دو نقطه مساوی variable declaration. بعد این رو میام کپی میکنم، یا دو نقطه است یا مساوی خالیه که میشه چند؟ میشه 17 variable assign میشه، یا دات میشه 7، دات میشه member assign. درسته؟ آره، یعنی این دات بوده، یعنی یه آیدی دات یه آیدی دیگه قراره بشه یه دونه expression اینجا، و در آخر پرانتز بازه که همون 4 که میشه function call. همین رو هندل کردیم دیگه. آره خب حالا از کدوم شروع کنیم؟ این راحت تره، اینا میتونیم پاپ بکنیم، یه else هم بذاریم، یه else خطا بدیم، expected to see دو نقطه مساوی dot yes but got درصد d tn dot type. okay. اوکی فانکشن کال پرانتز بازه، لکسر اکسپکت میکنیم، پرانتز بازش رو دیدیم، از بازش رو کنیم. پارس تایپ اینجا این میخواد، بعد lexer expect
اکت مساوی، یعنی یه دو نقطه یه تایپ یه مساوی، او نه دوباره اینجا یا مساویه یا سمیکالون. اگه مساوی باشه یه اکسپرشن میتونیم یه جورش، اگه سمیکالون باشه فقط تعریفه. خب این هم میام میگیم بعدیش هم در بیار ببینیم با کدوم سر کار داریم. یا tn.type مساوی مساوی 3 باید باشه که اساینه، یا باید مساوی مساوی 11 باشه که دکلریشن اونلی میشه، یا باید خطا بدیم. printf expected to see in or in but صد درصد دی instead بعد درصد دی مونه میشه tn dot type بعد lexer dot offset مساوی lexer dot count. اینجا هم باید همین خطا رو بدیم دیگه و ریترن هم باید بکنیم بعدش قاعدتا. یعنی هر جا لکسر آفسات مساوی لکسر کام گذاشیم باید ریترن هم بکنیم. اوکی الان کامپایل میشه؟ نه کامپایل نمیشه باید اینا خالیه. خب نه بریم سیم بهشم دیگه استراحت کنیم، خسته میشم بعدش واقعا. خب اگه اینو داشتی یه دونه پارس اکسپرشن بکن روی ال، بعد یه دونه اکسپکت سمیکالون باید داشته باشیم که داریم اینجا تعلق بکنم سمیکالون. خب اگه اینم باشه که اصلا هیچی دیگه. اون از این دو نقطه مساوی که باشه اینجا باید یه اکسپرشن ببینه و بعدش باید سمی کنم ببینه. درسته؟ آره. خب مساوی هم که ببینه همین، دات آیدی که ببینه داتش که برداشتیم. اینجا انتظار داریم که یه دونه آیدی ببینیم، آیدی یک کدش. بعد انتظار داریم مساوی ببینیم 17. بعد انتظار داریم یه اکسپرشن ببینیم و یه دونه از اینا فانکشن کال پندز بادش رو دیدیم. بعد انقدر پیش بریم تا برسیم به یه دونه پرانتز بسته، یعنی میگیم تا وقتی که یه کاری کنم خوندنی سخت نشه اینو میگیم که nt lexer top و تا وقتی که nt.type مساوی مساوی 5 نیست یه اکسپرشن باید پارس بکنی و یه دونه ویرگول بعد آخرش هم تمامه. خب این از این، این هم که درسته وایل اینا همه رو زدیم. اگر الان اکسپرشن رو بنویسیم و این هندل کردن ویرگول رو بنویسیم این فایلی که نوشتیم خودش رو میتونه پارس بکنه. یکم ساختار عجیبیه. بریم موفق شدیم انجامش بدیم. اوکی 140 دقیقه است که داریم اینو پیش میبریم. بریم ویرگول رو هندل بکنیم. خب یه اکسپرشن دیدی؟ بعدش
اگر انتی داد تایپ مساوی مساوی ویرگول نبود، اینه بجای پاپ کیپ کنیم. ویرگول چنده کده؟ 6. 6. اگر ویرگول ندیدی باید چی ببینی؟ بعد یه دونه پند بسته ببینی. لکسر اکسپکت ال پند پند بسته. این خیلی سیستم بدیه. اکسپکت نکن. اگر 6 نبود انتی دات تایپ مصاب مصابی پنجم نبود موقع بیا خطا بده کار نکنی. پرینت اف کن اکسپیکتد تو سی ویرگول اور این سا در صد دی که انتی دات تایپ میشه ال دات آفست همون میشه ال دات کانت و بعدش هم قطع میکنیم دیگه ریترن. یا باید ویرگول ببینم یا باید پنج ببینم. و این هم میتونستیم اون پاپ کنیم چون در صورت خودمون داریم مصرفش میکنیم. پاپ میشه چک میکنه اگه پنج بود ادامه میده، اگه پنج باشه قطع میکنه، ویرگول باشه ادامه میده. بله اوکی درست. پارس لاگز رو نوشتیم تو دو دارم چک میکنم اینشورست لست آرگیمن تلا بعدن سیگنچر بادی استرکت. اوکی خب دیگه چی؟ اینو انجام بدیم. از قبل مونده شورستی لسه بیم. اوکی همه رو انجام دادیم به جز پارس اکسپرشن. این هم همی طولی بذارم برش یادم نره و استرکت. خب این الان ببینیم که چرا داره خطا میده به همون. یه عالم ایفه یه فانکشن یه ایف یه ایف یه کد بلاک یه ایف یه کد بلاک یه ایف یه ایف یه کد بلاک یه وریبل اساین یه ممبر اکسپرشن آل کار که تایپش نمیدونه چیه. اینجا اینا یا هر جا تی اینو تعریف کردیم انتی چی اینجا گذاشتم؟ اینجا هم انتی داره اولین بار تعریف میشه و استارت کوکینگ. الان تایپ اینفرنس نداره کامپایلرمون برای تایپ های پیچیده تر، واسه همین نمیدونه اینکه این چیه و تایپ روشو نمیتونه تشخیص بده. بعد دستی بهش بگیم. خب یه جا دیگه هم خطا داریم انگار. بازم همینه داستان، بازم همین خطا رو داریم. یه متغیری یه جایی داره استفاده میشه که تایپش تعریف مش. او این تی ان چی
تایید شده. خب البته کاش ما هم میگفتیم مثلا اینجایی که الان داری سیک فالت میده لاین نمبرش چنده، مثلا یه این تغییر یه دقیقه این کامپایلر رو این تغییر بدم بهش variable expression get type یه پرینت کوچیک بکنم بگید که لاینمون در صدیه اینجا لاین نمبر داریم، بعد میکش کن یه بیرون از جی دی بی ۶۹۸. او لکس سه دات آفسه بنیم ال داریم مثلا اکسر دات آفست اگه جایی زدیم باید ال بشه. نه اکی حالا تمام شد. خب نه از این میتونیم کاری کنیم که دیگه اون رو نشونم نده. اوکی یه جایی داره خطا میده که او تعداد توکن ها خیلی زیاد شده احتمال اینه تعداد توکن ها زیاد شده و من اینو کوچیک الوکیت کردم ده برابرش میکنم شاید نه نه یکی از اون نبود چرا دیگه سه تا شده اوکی یه جایی داریم خطا میدیم کجا ممکنه باشه املاک میتونم حالت قبلش میدیم املاک از اول خب یه دونه اوکیه اوکیه دوتا نیست سه تا است لکسرمون سه تا پارت داره سه تا زد داره هشت پارت بشه نه دو تا زد داره هشت خب این هم صرف هم برای اطمینان بزرگش میکنم درسته اون درسته درسته دو در هشت همهشون درستن درسته این هم دو در هشت درسته توکنمون دو در هشت دیگه ساز توکنمون دو تا 64 بایتیه اوکی اونا که مطمئنی میراد نداره خب آیدی از اینجا تا اینجا انتی بوده من کجا این انتی دارم حساب میکنم اوکی تابع پارس فانکشن اصلا دارم اینجا چه سخت میکنم تابع پارس فانکشن بودم بعد یه ال تعریف شده اوکی یه پرینت اف استفاده اینجا نیست یه پارس فانکشن یه جایی که داره پارس فانکشن فرق اینه پارس فانکشن ال یه پرینت اف str رو لکس کرده nt رو لکس کرده دات این تایپ هایی که خواست لکس بکنه نشده str ID رو کجا داریم هندل میکنیم
با اسیار کپی، این احتمالا داره خرابکاری میکنه. و این سایزش رو مثلا میتونیم مثلا 10 تا اضافه کنیم فعلا برای اینکه خطا نگیریم. یه خط دیگه داریم میگیریم یا همونه؟ اوکی. تو لکسر داره خطا میدم، من لکسر قبلش کار میکرده. تنها چیزی که عوض شده اینه که حجم به اصطلاح این پوینتر هم زیاد شده. نه لا حافظه اینه که برامون مهم نیست. خب چون حافظه اینه برامون مهم نیست، صرفا یه چیزی میزنیم که کار بکنه. اینو من 3 برابر کردم، خطا دیگه داره بهم نمیده، ولی این راه درستی نیست. این هم مثلا بیام بکنم 8. این اصلا اثر نداره روش. اوکی این اگه بکنم 4 چی؟ به رنده ببین کدومش درست میشه. آخرین چیزی که تونسته چیز بکنه پارس تایپ بوده که بعدش یه ال اومده و بعدش یه انتی اومده، پس اونجا نیست، اونجا هم نیست، اونجا هم نیست. اینه پارس تایپ رو دیده، یه ال دیده، یه انتی دیده، یه لکسر پاپ دیده، انتی رو بعدی رو نتونسته بخونه. چرا انتی رو نتونسته بخونه؟ اینکه خیلی ساده است. ولی رو این بگیریم access not within the regional access. چه جایی؟ صفر رو داره مپ میکنه. اوکی یکم خطرناک شد. صفر رو داره مپ میکنه، یعنی داره میره داره سعی میکنه صفر رو بخونه و توی کدوم تابه. پارسر توی پارس فانکشن. یه پارس فانکشن داره سعی میکنه صفر رو بخونه، احتمالا اینه. اصلا این داره بیشتر از اون حالت قبل پیش میره اگه دقت کرده باشید. سمیکالون میخواسته ببینه 16 دیده. 16 چیه؟ عدد دیده. اوکی آیدی داره میبینه. با اینکه اکسپرشن رو هندل نکردیم داره خطا میده. خب تقریبا 2 ساعت شد، الان 6 دقیقه دیگه میشه 2 ساعت که داریم لایک میگیریم و من واقعا نمیکشم، یعنی صدام دیگه جوون نیست. ولی خب خیلی پیشرفت، خیلی پیشرفت. حالا که الان مموری باگ داریم بعدا هندلش میکنیم. علت اصلی این باگ هم اینه که سایز آف نداریم. من همینطوری دل بخواهی عدد گذاشتم وقتی یه استراک تعریف کردم، مثلا گفتم 5 تا زب در 8 بکن ببین چی میشه، هر چی شد اون نگه دار. و اینا اومدن یه سری اثر رو هم دیگه میذارن دیگه. حالا یه کاری میتونیم بکنیم اونم اینه که بیایم هر جایی که lexer.offset رو l.offset رو مساویه l.count کردیم یه exit one هم روش اضافه کنم. exit one okay.
این بس هم خط قبلی رو داره میده. ولی بایند را دیگه گرفته ازش. اوکی این خارج شد اینجا، ولی اینجا توی لکسر اسکیپ جامپ اور موو دیپندز آن انیشیالایزد ولیو. یعنی یه مقداری اومدیم توی اسکیپ رایت اسپیس نگاه کردیم که انیشیالایز بوده جامپ اور موو. اینه دیگه تنها چیزی که ممکنه باشه اینه. بسن که قشنگ خروجش ببینم از بالا. اوکی invalid right of size 80 handle str. این یک رو من اگه دو بکنم راضی میشه؟ اوکی برای کار کرد. نمیدونم چرا اینجا سایزش رو دارم اشتباه حساب میکنم، سایز استرینگ اما نمیدونم چی داره باعث میشه، ولی بعضی وقتا این خطر رو به من میده. الان این خطر رو به من نداد، داره تا میزان خوبی هم پارس میکنم. الان تا اینجا اومده، اینجا توی اکسپرشن عدد دیده، نمیدونه باید چیکار بکنه دیگه. اوکی اینا رو بعدا میتونیم پیش ببریم. خیلی ممنونم که همراهی کردید، خیلی خوشحال میشم اگر پیشنهادی دادید، حتما 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 در میون بذارید با هم، حتما حتما در میون بذارید با هم. اگه سوالی هست خیلی خوشحال میشم جواب بدم، و اگرم دوستید کمک بکنید ریپو رومی روی گیت ها پابلیک هست، میتونید اونجا کمک بکنید. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.